در زمانهای قدیم وسایل ارتباطی آدم ها خیلی محدود بوده، یعنی اون اوائل که دود بود، بعد شد نمیدونم کبوتر نامه بر، بعد شد چاپار، بعد دیگه نمیدونم شد تلگراف و تلفن و موبایل و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت و اینترنت. یعنی اغراق نمی کنم، زندگی همه تقسیم شده بر خواب و بیداری، زندگی یه ده تقسیم شده به خواب، بیداری و اینترنت. یعنی طرف توی اینترنت خرید میکنه، کار میکنه، درس میخونه، کتاب میخونه، موسیقی گوش میده، قهر میکنه، آشتی میکنه، ازدواج میکنه، هر چی تو بگی تو همون اینترنت همه رو انجام میده. در آخر هم برای شادی روح آن مرحوم به آدرس www.manmordam.com یک فاتحه هم ایمیل میکنه، یعنی واقعا روحشون شاد. خونواده های امروزی هر کدومشون یه دونه تبلت دستشونه، هر کی گوشه یه خونه نشسته داره کاراشو میکنه، به هم هیچ کاری ندارن، با هم اگه کار داشته باشن یه پیام به هم دیگه میدن، اون وقت در آخر هم دلشون واسه هم دیگه تنگ بشه وبکم میکنن هم دیگه رو نگاه میکنن، طرف هم اونجا هم نشسته. واقعا به نظر من برای این جور موارد با مسئولین هیچ کاری نداریم، خودمون باید رسیدگی کنیم. پس تیتراژ. خیلی خوب دیگه عذرخواهی میکنم ازتون، سلام میکنم، برام خدا سلام. اینجا سلام علیکم، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. نیما جان، نیما جان نخواب. چطور شد آقا؟ نیما ایوا سلام. نخواب عزیزم، اصلا براش مهم نیست اینجا کسی هست کسی نیست. خب عرض کنم خدمتون که این وسیله را از کجا، این وسیله است که دست منه، این تبلت است که دست من همیشه. آقای منو میبینید الان؟ خوبی؟ چیکار دارم میکنم؟ میگم صدا اینترنت اینجا چون سرعتش پایینه ذره شاید چیز چیه حتی ما تمام تمرینایی که شما گفتینو چی بود؟ آقای بین. آقای بین؟ مستر بین. ببینم جان من ببینم آقای بین فعلا من بشون نیما بعد جان من ببینم واقعا مثل که بود ببینم داشتی فارسی با حرف می‌زدی؟ بله. یعنی چی؟ اون فارسی متوجه میشه؟ بله شما هم بازیگری درس میده من ادبیات فارسی. و تو انگلیسی متوجه میشی؟ نه اون نه دیگه من فارسی بهشون درس میدم، ایشون بازیگری به من درس میده. بازیگری هم که چیز بین‌المللی و اینترنشنال دیگه، زبانش مشترک. داشتیم بیان تمرین میکنیم. په په میتونی بگی؟ په بگو راله راله رله ریله رول رول. چرا من باید این الان بگم؟ آقا مگه بازیگر نیستی شما؟ راله راله ریله روله ریله رول نه راله راله ریله ریله روله رول راله 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 ریله ریله روله رو مثل درست گفتم. آقای جوان مجری برنامه‌ای دارن، آره من اینجا الان اگه که صدام قطع شد و اینا چون شاید نذاره حرف بزنم. مرسی استاد، نیما جان بازم ممنون. نیما
ببینم واقعا مستر بینه؟ بابا غلب کن من نیما چه هی میگی جلوی ایشون؟ تو چی هستی مگه؟ من آنتوانم. آنتوانی؟ بله آنتوان چخوف. چی؟ آنتوان کامران چخوف. آنتوان چخوف معروف نیستی؟ نه شبیه اسم و فامیلم مثل اونم. کامرانم کامی صدا، آنتوان کامی صدا میکنم. آنتوان کامی؟ میخواستی ببینیش نه؟ مستر بینو؟ خیلی نمیاد. روان اتکینسون. بله. تو چی صداشون میکنی؟ من روان. رفیقت روی میگم بهش. اینطور چی صدا میکنی؟ اون کامی دیگه. کامی؟ آنتی کامی، آنتی کامی. آنتی کامی؟ چرا به خودی مخفف میکنی اسم هم دیگه رو؟ چون شیک نیست؟ نه. اه. بنظرم خیلی چیز لوسیه. حالا بالاخره ما دوست داریم اونجوری صدا. بگو نیما رو بگی نیمی. آه آه. خب مثل هر شب میخواییم بخندیم و 25 ثانیه همچنان روی 25 ثانیه موندیم قفل کردیم روی 25 ثانیه سلام آماده این؟ بله نه چقدر شل آماده این؟ بله این درسته یک به روش باشگاه خنده بریم؟ بله آره به روش باشگاه خنده بریم مقاومت نکنین شما هم که تو خونه هستی مقاومت نکنین لطفاً لطفاً مقاومت نکنین نفس میکشیم میریم بالا میریم بالا بچه پس حواستون باشه نفس میگیریم میریم با خنده پرتش میکنیم بیرون دیگه تو نفس گرفتن هم نخندی خفه میشیم آماده؟ یک دو سه عالی بود عالی بود عالی بود کیا واقعا خندیدن واقعا کیا خندشون دیگه گرفته بود ببینید همین اتفاق میفته امتحان کنین اونایی که امتحان نمی کنن اون شما که مقاومت میکنین مقاومت نکنین اینا همش علمیه بابت اینا او سالیان سال تحقیق شده و به این نتیجه رسیدن که این روش ها بسیار روش های کاربردی درجه یکیه خیلی خوب ما اون پاکتش هم بده هیچ ایرادی نداره بده من به این شکل دیدی؟ کار شماست؟ میکروفون نداریم اسمتون من بگی؟ ملیکا ارشدی خانم ملیکا ارشدی به من این هدیه رو دادن که این توشه او چه حواست اومد این ور اینترنت ساعت پایین هی قطع میشه دیگه آبروم هم رفت جلو آقای بین او چه جالب خودشون درست کردن خیلی هم ممنونم فقط سایز منو نمیدونم چرا اینقدر بزرگ هستم دبل ایکس لارجه چون پا گذاشتین به وزن زیاد دیگه چون تا یک من دارم لاغر میکنم متوجه نشدین لاغر کردم چرا پای بزرگتر میشه چی بود شکمم ابدا من دارم لاغر میشم ورزش دارم میکنم به سلامتی بله خواستم توانستنه خیلی متشکرم از اینکه این هدیه رو به من دادین ممکنه خواهش کنم از طرف من و هممون تشویق بکنیم ایشون خیلی متشکرم خب ما امشب چند تا مهمون جدید داریم لطفا به من بگین یکی آرتینه اینجا آرتین بله دیگه غیر از آرتین دیگه کیه؟ من شما هستین بله متشکرم دیگه شما هستین بله و شما هستین خیلی ممنونم خیلی خوش اومدین یک بار دیگه بگم روش ورود به برنامه خندوانه و هیئت داوران خندوانه اینه که شما ثبت نام میکنین میایین تست خنده میدین باهاتون تماس گرفته میشه چون تعدادتون محبت دارید که زیاده و اجازه بعد بدین فرصت رو هم بدین با همه تماس میگیریم خیالتون راحت و تشریف میارین تست خنده میدین در صورت قبول شدن تشریف میارین
در برنامه خندوانه جزو هیئت داوران میشین. چی عزیزم؟ هیچ کفر. این کاری یعنی چی؟ آبرون رفت جلو آقای بینا. چرا لحظه وست شد؟ همون موقع داشتیم میخندیم. زشته دیگه. بگم کجاست اینجا؟ اگر این شد... آبرون رفت. اگر آقای بینه که ایشون خودش این کار است، کمدینه و تمام این روش ها رو میشناسه، جا داره می کجاست؟ کجا داری زندگی میکنی تو؟ چی بگم من؟ تو بگو من این وسط دارم زندگی میکنم؟ نه، اون پشت نشون میدم. خب لطفاً با هم دیگه یه تیکه رو ببینیم، بعد اینجا میخوایم ادامه بدیم. خیلی هم قرار بهمون خوش بگذره. مهمون بسیار عزیز و نازنین و درجه یکی داریم. بفرمایید. اونجا؟ بله. خوب بود، بهتر شد، خوشگل‌تر شدیم. بله خیلی. امروز از صبح تا حالا به چیزی خندیدید یا نه؟ نه. دیروز از صبح تا شب؟ نه نه خیلی. پارسال؟ پارسال چرا؟ حتما حتما. ما هر روز به خیلی چیزا میخندیم، چون کارم طوریه که ارباب رجوع دارم. درنچه کارم من دکتر آزمایشگاه هستم. مریضا که میان وقتی جواب آزمایششونه میدیم، سعی میکنم که باشون یه گفتگوی خوب داشته باشم که اگرم جوابشون بد باشه ولی با خنده برم. خب دنبال سوال میگردیم؟ آره، چی بپرسم از شما؟ میخوام من خودم بپرسم. مگه میدونی ما راجع به چی میخوام سوال؟ آره، راجع به خنده. چی خندوانه بود؟ چی بود؟ آره. بقیه از هندوانه هندوانه. خب چه سوال دارین؟ از خودتون بپرسید. راجع به خندوانه بگید. آره. یا خندوانه؟ خندوانه. خب من میخوام هر چیزی که مردم رو سرگرم و شاد کنه خوبه، حالا چه خندوانه باشه چه هندوانه باشه. آفرین. بله. چه جمله خوبی بودین. جوکاره میخندم، ولی بعد جوکش خیلی جوک دیگه باشه که واقعا بگیره منو. جوکی باشه که شما بخندید. آره. الان یه جوکی یادتون هست برامون بگین؟ یه جوک. نه از این جوکای مسخره یه مرده میخوره به نرده برمیگرد. نه 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 الان خب به استرس هم وارد شده. نه چیزی. چند ثانیه فکر کن. جوکی خوب که قابل پخش نیست. خیلی خیلی اوقات میخندیم از ته دل، بیشتر به خاطر بچه هام که سر به سرم میذارن. ما یعنی هر شب یه برنامه اینجوری داریم که بچه ها سر به سر میذارن، به عناوین مختلف من اذیت میکنم و میخندونم. شغلتون چیه؟ کارمند بانک. آها کارمند بانک. خنده داریش اینه که الان اومدن برای مصاحبه بگیرن، الان جلو خواهرمو گرفتن آوردن مصاحبه و ما الان جدا شده بودیم از هم، از جلو منو گرفتن آوردن مصاحبه. جدا جدا. خواهرتون کدوم بود؟ همون کارمند بانک؟ آره. خب کارمند بانک، وقتی که یک پول هنگفتی رو پیدا میکنی چیکار میکنی؟ میخندی دیگه؟ پولای هنگفت مال مشتریه، مال ما که نیست. آواز میخوندی؟ بله. و الانم؟ الان دیگه بعضی موقع میرم برای خودم یه گوشه میشینم که کسی نشنوه. کسی نشنوه. اینقدر موجوده. مریض اومد جوابش بگیره، بعد همکارم خیلی تند صحبت میکنه، بهش گفت شما تالاسمی مینور هستین؟ گفت نه من منیژم. بکرده اولش نفهمیده منی رو بکرده. من گفت نه من منیژم. شما دوبلور بودین؟ یه موقع یه کارایی کردیم. آره. خب شما کاراکتر چی داشتین؟ من جای اسکیمو صحبت میکردم. یه اسکیمو؟ آره. چجوری بود؟ لال بود. سه نفرید. کدومتون بیشتر با مزه هستین و میخندونید؟ فر بزرگه. خیلی انرژی مثبت داره، خیلی به نیو جاذبه اعتقاد داره، خیلی امیدواره به زندگی. همه رو میخندونه خواهرت؟ آره. خیلی پرحرفه. اعتماد به نفسش خوبه. اینا باعث میشه بخنده. پسر عموی بچه ها اومده بود، میخواست یه عمل جراحی داشت. ما گفتیم همه با هم بریم که برای عملش که این خوشحال باشه و خیلی استرس عمل رو نداشته باشه. بعد من اومدن من از آزمایشگاه برداشتن، ناهارم نخورده بودم.
ظرف ماست دست دخترم داده بودن، گفته بود زنموش گفته بود مواظب باش نریزه. همچین که اومد گفت سلام مامان چطوری، میخوایم سروشو ببریم. گفتم مگه ساعت چنده؟ چپش کرد همونجا وسط ماشین. این اون جوکست که ساعتی روزم ولی برای ما اتفاق افتاد. چرا ما زیاد رو چهوارا ریخته بودی؟ من جرئت نشتم بفهمم اون طرف خیلی گنده بوده یا خیلی ضعیف بوده، من نمی‌تونم چیزی بهش بگم. خب میخوام پیامک بخونم، ولی قبلش با هم میگیم دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم، دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم، دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم، دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. متشکرم. خب خیلی ما باحالیم نه؟ خیلی. 0910 086 آخرش 48 فرمودید سلام. سلام. وقتی لبخند به دنبال جایی برای نشستن میگردد، با تمام وجودم برایت آرزو میکنم آنجا لبهای تو باشند. مهناز خاکساری، خیلی متشکریم. برای شما هم آرزو میکنیم که لبخند که اینجوری رو حواس بیاد بشونه روی صورت شما. خیلی خوب، رای میدین؟ بشمار عزیزم، این ماجه این ذره کار کن عزیزم، بودو بودو بودو. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هیفده هیجده نوزده بیست. بیست نفر، بیست رای. یکی اینو به خاطر بسپره. پس تو اصلا همکاری نمیخوای بکنی نه؟ چطه الان انتوان، تو چه وضعیتی هستی؟ انتوان کامران؟ انتوان کامران چه خوف؟ الان داری چه کار میکنی دوست من؟ هم؟ من اسبت را با خود آورده ای؟ اسبم را نیاوردم، بیرونه، بیرون. چرا؟ پس چرا اینجا ایستاده ای به تنهایی؟ جلو بیا. جلو میایم، میایم. آه چه نزدیک میبینم تو را. من هم همینطور. آری، آری دوست من. تو هم این دوره ها رو گذاروندی؟ من این دوره ها رو 0919-195 آخرش 79 با شروع خندوانه همه میان به خانه، میبینن خندوانه، میخورن هندوانه، رامبو چقدر خندانه، خنده رو لب میاره. محمد فراهانی. آخرش یه آخرش یه جاهای دیگه رفت. خیلی عمالی، خیلی عمالی، خیلی متشکرم محمد فراهانی. رای بدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 رای. خب اینا چجوری یادمون بمونه؟ خب چرا نمی نویسی؟ به من ارتباطی نداره، نمیتونم بنویسم. نمیتونم. ممکنه ازت خواهش بکنم که تو اینا رو یاد بذاری؟ نه نه. چرا؟ چرا که حرفیو نمیزنن بهت؟ چرا تصمیم گرفتی که از من روی برگردونی؟ روی بر نگردوندم. سوء تفاهم شده، سوء تفاهم شده. سوء تفاهمه؟ این سوء تفاهمه، این سوء تفاهمه. سوء تفاهم چه جوری نشون بده؟ این سوء تفاهمه. ما اینجوری سوء تفاهمو فهمیده ایم. آخ 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 آخ، حتما اشتباه بوده. حتما اشتباه بوده. بد بازی میکنم. من دورهشو گذروندم. بکن. بازیگری بد، بازیگری مصنوعی ترم 8. بدترین مدل بازیه اینجوری. خب دیر داره میشه. بریم دیگه. بریم دیگه. 0930-128 آخرش 70. بعضیا فکر میکنن با خیلی چیزا میشه خندید، خیلی هم فکر میکنن با بعضی چیزا میشه خندید، اما قشنگیش به اینه که فقط با خندوانه میشه خندید. با تشکر از برنامه خوبتون، مسعود رضایی از اصفهان. دفعه آخرت باشه که اگر پیامک کسی رو میخونم با یک خنده خودتو نشون بدی که احساس کنم، احساس کنم که داری مثلا خدایی نکرده اون پیامک رو مورد تماس در ادامه اون بازیه گفتم من. بکن چیکار کردی؟ آها آها، خیلی پیامکتون زیبا بود، زیبا بود. مکه بهشون رای بدیم. 1 2 3 4 5 6 7 مسعود رضایی ببخشید. خب 0935-735 آخرش 93 خدمت خندوانه های عزیز سلام. سلام. شبتون بخیر. شب
همه رو جواب میدیم ما. شرط دیدن برنامه شما واسه بچه های من مسواک زدنه، چون بلافاصله بعدش میخوابن. بنابراین به نظر من برنامه شما بهداشت دندان و روان به همراه میآورد. پایدار و سلامت باشید مامان مریم. چقدر خوب و چکم، خوشحالم که بچه ها رو اگه میخواین خندوان رو این اول باید مسواک بزنین. بگین رای بدین. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 رای. 0933548 آخرش 91 سجاد ابراهیم زاده. اتل متل دلبرک، دلم برات زده لک، چه با پیام چه با تک. تک چی؟ آه تک زنگ. این اصطلاح بلد نبودم من. دوست دارم با نمک، آخرش هم بود خندوانه. اینم تش هست. رای بدیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 رای. 0912, 471 آخری 32. سلام! بعد از برنامه شما حتی توی آفتاب سر ظهرم سعی میکنم اخممو باز کنم. برکلا. مریم استبساری از تهران. رای بدیم. به نظرم بیزوغین به خاطر اینکه استعاره قشنگی بود. چی؟ آره استعاره قشنگی بود. 1, 2, 3, 4, 5, 6 چی شد درخواست؟ یه بار دیگه بالا قشنگ من ببینم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 رای. البته مریم استبساری عزیز، خانم مریم استبساری عزیز، این رای رو من کمک کردم به شما، چون اگر من کمک نمی کردم رای نمی آوردیم. ولی واقعا به نظرم زیبا گفتین و این خیلی من دوست داشتم، این تننازی در جمله ساختنتون رو و استعارتون رو. منت اصلا سرتون نذاشتم، خدای نکرده فکر نکنید اینقدر تأکید کردم، ولی بخواد چون به نظرم خوب بود. من استقبال میکنم از هوشمندی اینجوری. خب 0915 933 آخر 46. سلام. خسته نباشی. طرف در گوش راننده هی پچ پچ میکرده. مسافران میگن چی میگه؟ راننده میگه بابا دیوونم کرده. میگه چپ کن بخندی. رای بدیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 رای. آن تو هم زنده ای؟ به نظرم تاکسیدرمیت کردم. چته؟ خسته ام پاهایم دیگر توان ندارم. قهرم نمیخواهم. بوست را پس بگیر. ها. خب اعلام بکنید. 2 تا 24 امتیازی داریم، پس به جفت 24 امتیازی ها میدیم. یکی مریم استبساریه و دیگری هم 0933 548 آخرش 91. خیلی ممنونم ازتون و ما 2 عدد گوشی GLX، چون جلو بیام احتمالاً آوت آف فوکوس میشم، 2 عدد تلفن GLX تقدیمتون میکنیم، با اتون تماس میگیریم یا تشریف میگیریم براتون. خب دیگه کاری نداریم تا اینکه ازتون خواهش کنیم یک تیکه دیگه ببینیم بعد برگردیم. خنده جنابالی وقتی که 7 سالتون بود، وقتی که 15 سالتون بود. روش کرده. بله بله. خنده جنابالی وقتی که 20 سالتون بود. شب خواستگاری. به شما زن دادن؟ خودم گرفتم. آها. تو شرایط سخت بود، احمام رفت کنم.
نه من شوخی میکنم، من با عشق ازدواج کردم. چه خوب، پس انقدر اخمم کرد؟ نه خیلی خندان بود، یه سره بود باید تبسم داشتم ولی فقره نمیدونم که بگم یه خود عقلش کمه. پدر شما چه شکلی میخنده؟ یه لبخنده اینو پدرتون بزنید. پدرم همینه. مادر نمیدونم، معمولی دیگه میخنده. چجوری؟ مثل خواهر بزرگه؟ مثل داداش؟ داداش هم نمیخنده. نمیخنده چجوریه؟ مثلا الان یه جوکی گفتیم، داداشتون چه شکلیه؟ کل خنده است. اوج خنده همین؟ اوج خنده. مثل خودتون؟ مثل خودم. خنده جنابالی بعد از ازدواج چه؟ چی میخوای؟ بالاخره ازدواج. خنده جنابالی بعد از اینکه پدر شدیم. خنده جنابالی در 60 سالگی. الان 60 سال همه همجه عادی میخندم. 80 سالگی اگه بمونه ایشالله. 100 سالگی. شما فرمودی کارمند بانک، لبخند یه آدمی که چکش پاس نشده. چکش پاس نشده باشه لبخند نمیزنه دیگه. حالا مجبور باشه. لبخند یه آدمی که حالا اومده چکو داده و کلی پول گرفته. دستتون در نکنه، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. آها. لبخند یه آدمی که پولشو گم کرد. گم شد. لبخند یه کارمندی که اومده حقوقشو بگیره. لبخند شما وقتی که پاداش میگیرید. لبخند شما وقتی که پول کم میارید، یعنی میشمارید میبینید ای بابا کم اومد، از حقوقتون باید بره. بله. لبخند رئیس بانک. لبخند یه آدم خیلی پولدار. خب تموم شد؟ تموم شد. یه لبخند مصنوعی بر ما بزنید، یه لبخند جکند. جکند خانمه باید بزنید. یه لبخند واقعی. خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. لبخند یه آوردی منو؟ چرا؟ لبخند جکنده که از آقا نمیخوان که. نه حالا میخوام برم چجوری دیگه، عداشو میخوایم در بیاریم. آها عداش. لبخند پایانی، یه لبخند ویژه دیگه. برقرار باشید. لطف کرد. متشکرم. خب خیلی عالی. ما انرژیمون بالاست، خیلی خوشحالی، من خیلی ذوق دارم و واقعا بذارین از صمیم قلب بگم تمام مهمانهایی که به برنامه ما میان، ما عاشقانه و صادقانه ازشون دعوت میکنیم. مهمان امشبمون کسی هستن که من خیلی خیلی زیاد براشون احترام قائلم و جلوشون تعظیم میکنم و شما میدونید که من چقدر سعی میکنم و واقعا این وجود داره که صادقانه رفتار میکنم. شاید به خاطر همین هم است که شما به ما محبت دارین و اینی که دارم میگم میخوام شما بدونید که چقدر از صمیم قلب دارم این حرف رو میزنم. دنیای بچگی، دنیای بچه ها دنیاییه که هنوز آلوچه هاش انقدر مزش ترشه که همین الان آدم بهش فکر میکنه دهن آدم آب میندازه. دنیای بچگی قایموشک بازیاش یا قایم باشک بازیاش طوریه که هنوز پدر مادرها نمیتونن بچه ها رو پیدا کنن و وقتی که بچه از زیر میز که اینقدر فاصله است اونجا قایم شده
یهو میاد بیرون و انقدر ذوق میکنه و قش قش خوشگل میخنده که آدم نمیتونه نبوستشون. دنیا بچگی اینه که تو وقتی توی مدرسه کنار یه دیوار تنها واستادی، یکی میاد جلو بهت میگه با من دوست میشی؟ دنیا بچگی خیلی قشنگه، دست رو دور گردن هم دیگه را رفتنه و دعواها و قهر کردنای تا روز قیامتش هم نهایت 5 دقیقه طول میکشه. بچه ها نمیتونن نه دوست ندارن و دلشون نمیخواد که استدلال های پیچیده ما رو گوش کنن و بفهمن. تو یک همچین دنیای بچگی آدم هایی که تو اصلا تو یک دنیای اینجوری آدم هایی که بلدن با بچه ها ارتباط برقرار کنن و بلدن با زبون خودشون باهاشون حرف بزنن و جوری برن چشم تو چشمشون نگاه کنن که کوچکترین لبخندشون یه ذوق بزرگ برای بچه ها ایجاد کنه و لبخندشون هنوز کار میکنه. با افتخار دعوت میکنم از عزیزم جناب آقای داریوش فرزیایی. افتخارش میزنم. به افتخار شما زدم. خیلی متشکرم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم. من معذرت میخوام از شما. حال شما خوبه؟ خیلی مخلصم. چقدر شما دوست داشتنی هستی. قربون شما. جدی میگم. خیلی متشکرم. این همه تعریف برای من بود. من کسی نیستم قربونت برم. نگین این حرفو. جدی میگم. نگین این حرفو. خیلی ممنونم که شما اینقدر مناعت طبع دارین، اینقدر بزرگوارین. خواهش میکنم. که سعی میکنین این تعریفا رو با فاصله باش برخورد کنید. قربونتون برم. و خیلی قره نشین به خودتون. شما قره نمیشین. چون بزرگوارید. و تازه قره بشین چه ایراد داره؟ چی میشه؟ چرا قره بشین؟ آخه نیاز به قره چرا قره بشین؟ نیاز اصلا بشین چی میشه؟ تازه قره آره تو این قسمت اون قره بشه. اصلا یادم نیست شما بزنین قره بشه به خودش. مغرور بشه به خودش چه ایراد داره؟ افتخار میکنم به تو بابا. افتخار میکنم. آره قره به اون معنا آره افتخار میکنم. نه آره همه دوستم دارم. بهتر از این همه منو میبینن میخندن. بخندین کارتون نیدین که آره منو میبینن میخندن از پیرزن مثلا 18 ساله بگیر تا جوان 90 ساله چون جاهاشون عوض شده هم دیگه. ولی من خوشحالم. آقا من تبریک میگم به شما. برنامه خیلی خوبه. نه اینکه الان نشستم اینجا جذبگیر شدم چون من تو خونه غالبا برنامه تلویزیون رو کما بیش میبینم ولی برنامه شما رو زمانی که عزادار بودم دیدم. سوم بابا بود که من دیدم برنامه شما رو. سلامت باشید و خیلی خیلی روحیه گرفتم. یه برنامه کاملا قشنگ و شاد و نشاط آور و خنده دار، نه به معنای خدا نکرده غیر از اون معنای علمی که پایه‌های علمی داره. یعنی پشت این برنامه یک فکر خوابیده و من خوشحالم در تلویزیون اتفاق بالاخره افتاد. خیلی متشکرم. قربون شما. خیلی ممنونم که از ما تشویق کردید. ما همه رو قلب قلب دریافت میکنیم میگیریم هیچیش هم پس نمیدیم. حقته داری زحمت میکشی. شما با همه بچه‌ها تصویر بردار خسته نباشید دستگاه شما. قربونتون. خیلی مخلصی. داریوش جان چقدر در طول روز نمیخندی؟ اصلا یه ذره به ما بگو داریوش فرضیه‌ای کیه؟ چه روحیه‌ای داره؟ داریوش فرضیه‌ای یک آدم بزرگی هستش که متاسفانه چی میگم بزرگ شده ولی کودکه. باور نمی‌کنن که این کودکه. میگم مردم این بزرگی چه کارایی میکنه؟ بابا من خب کودکم. کودک درون حالا میگم کودک درون نه. اصلا من رویاتم همینه. هیچی به شما بگم بخندی. داشتم میمادم تو آینه.
داشتم مامان این آینه رو تمیز نکردن، یه علامت سیاه اینجا بود، بعد فکر کردم اینجای بینیم علامت، یه خالی هم اینجا بود، جان خودم ریختی به هم؟ آره ریختم، بگم این چی در اومده، این بزی که موقع برنامه میخوام برم بعد دستم رو آینه ببخشید. آره حالا بعد یه آدم اگه این سنه بیرون میگه این چه کاری آخه، من رو این بزرگی خوب مشخصه فلان، نه نه ما رویت هم داریش فرضیه یه آدمه کاملا کاملا راحت با رویت کودکانه و خیلی خیلی زود رنج دل نازک زود میشکنه. چی ناراحتت میکنه؟ چی سر به سرم بذارن و منو باور نکنن، داشته های منو باور نکنن، خود بودن منو باور نکنن، این که من از این قالب در میام به قالب دیگه برم. آیه جوان من تنها جایی که خیلی 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 خودم هستم جلوی دوربینه، باورتون میشه؟ چون کسی باید کاری نداره، کاری نداره، هر کار دلت بخواد. آفرین بچه میشم، مثلا میرم بچه‌ها دارن نگاه میکنن، تمام اون شیطنت ها میریزم بیرون، یکی خدا نکنه اون پشت گاف بده میگه جلوی این چیزی نگه، سریع الان میگه چرا؟ خب آقا اتفاق قشنگه دیگه، چرا که نه، همین زندگی، نه همین دیگه. و برای همه بچه خیلی ارتباطم خوبه. من اولین باری که ما شما رو دیدیم چه سالی بود؟ من محاسبه‌شو ندارم. توی برنامه تلویزیونی با شما مجری بودید، من و امیر محمد مهمون شما بودیم. یادمه. آره. نه اصولا مردم و ما کی شما رو به شکل جدی شناختیم؟ تلویزیون. سال 80 برنامه عمو پورنگ بود. تورنگ و پورنگ که سال 78 بود، من عمو پورنگ، عمو که نه، پورنگ رو سال 80 شروع کردم. 80. من اولین روزهایی که آقای داریوش خان رو میدیدم، ببین من خیلی بود داشتم میگه آقای داریوش خان، من احساس من خیلی من وقتی داریوش رو میدیدم داری خوب صدات داری دیدی؟ آره داری، آره بیخودی مخفف میکنه. داریوش رو اولین روزهایی که در تلویزیون برنامه شو داشت جلو میبرد، داشت شکل میداد، داشت جا باز میکرد، وقتی داشتم میدیدم اول به نظرم اومد که چرا لوس حرف میزنه، بعد هرچی جلوتر رفت نه تنها به نظرم لوس نبود و فهمیدم من گارد داشتم نسبت به اینکه یک چیز جدید رو باش مواجه شم، مثل همه ماها. هر چیز اولیه که یه جور دیگه است ما میگیم برای اینکه سختمونه قبول بکنیم، سختمونه این تغییر رو بپذیریم، سختمونه یه جور دیگر رو تماشا بکنیم، سریع انگ میزنیم لوس، نونور، بیمزه، عجیب غریب، عجق و جق، یه چیز اینجوری بهش میزنیم تموم میره کنار و بگیم خب من اوزام درسته. بعد دیدم نه، واقعیت اینه که من باید یاد بگیرم گرامر شما رو و ادبیات شما رو و لحن شما رو باش ارتباط برقرار کنم. و دیگه ارتباط برقرار کردم و انقدر من برای شما ارزش قائلم. من خیلی صادقانه گفتم. واقعا چیزی که من سعی میکنم در خودم بیشتر از هر چیز دیگه حفظش کنم، نگرش دارم، ازش مراقبت کنم، صداقت. قربونتون برم. و واقعا دارم میگم که من صادقانه حتی اسم میکنم اینجا الان وقتشه که ما از شما قدردانی کنیم. شما بزرگوار. جدی میگم. الان جواب من ندی. فقط گوش کن. فقط گوش کن. آره آره. خب. اونا که اون لاب میگی اصلا الان به درد من نمیخوره. خب. شما منتظری که بخندین. واقعا بذار این کار بکنم. برای من همه مردم عزیزم، همه مردم عزیز مملکتم، به علاوه همه مردم عزیز جهان اهمیت دارن و خیلی دوستشون دارن و هر کاری ازم بر بیاد در مسیر این که حال خوب، سر حال بودن، کیف کردن، دنیا رو دوست داشتن، همدیگر دوست داشتن، من هر کاری ازم بر بیاد اینجا میکنم. اینجا یعنی منظورم در جهان. و شما کسی هستید که و بچه‌ها به نظر من مهمترین موجودات جهانن. بچه‌ها و بعد طبیعت و حیوانات. چون امکان تصمیم گیری برای تخریب هیچی ندارن. ندارن، باری کن. و ما بعد ازشون مراقبت بکنیم، ما بعد ازشون پرستاری حراست بکنیم. شما از روح بچه‌ها و شادی بچه‌ها حراست میکنید. شما نگهبان شادی و روح بچه‌هایی. امیدوارم. هستین. امیدوارم. هستین، جواب نده. خب. آقا مهمون. صبر کن. نه نه نه. بلم کن. مهمون کن. تو میزبانی. صبر کن. و چیزی که وجود داره اینه که من میخوام به نوبه خودم در برنامه خندوانه که هممونم به این معتقدیم، از شما که از بزرگترین روح جهان که روح بچه‌هاست
حراست رو نگهداری میکنین و شادشون میکنین، دلم میخواد همینجا قدردانی بکنیم. به جای اینکه یک برنامه در یک مراسمی برای شما برگزار بشه، الان من این کارو میکنم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم. هم بلند شین. هم بلند شین. شما هستم تو رو. یک، دو، سه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. میاد و میره، من عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم، کاملا در اختیار خودم. فکرم اگه جانیس به اینجا بشینه. اشاره کردی به اینکه بچه ها رو شاد میکنیم. آخه این بچه ها آدم های فردا هن. آدمی که شاد بزرگ بشه تأثیر خیلی خوبی داره تو جامعه، تو رفتارهاش. آدم موفقی خواهد بود. حتما. من خدمتتون عرض کنم که من یه مادری دارم، خیلی دوستش دارم، خدا همه پدر مادرها نگه داره. مامان من 81 سالشه. آقا یه جوان یه قسمتی دارین شما میخونی هه 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 هه. آره این بنده خود تو آشپزخونه بود با اون ملاقاش هه 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 اینکه نگاه میکنه. حالا فهمیدم تاثیر برنامه دوستانه 81 سالم هست. بعد یه روز گفتش که چیزه نیست. گفتم کی؟ گفت اون هه هه هه. گفتم هه 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 کیه؟ باور کن جدی میگم. ما هه هه کیه؟ گفت تلویزیون میگه هه هه هه. یه لحظه گفتم خدا خیرت بده آقای جوان، تو ذهن مامان من با این قسمت شاد موندگار شدی. اون آقای نیست. هه خدا رو شکر. من الان خدمتتون آقای هستم. مامان آقای اسمش آقای جوانه. هه 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 نیست مامان. آبی ما نه. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. قربونتون برم. متشکرم. این خیلی خوبه. این تاثیر همون رفتارهای خوب. من نمی‌خوام اینجا نوشابه باز کنم برات. ولی خوشحالم که یه خنده‌ای که اینجا میشه خیلی کمک می‌کنه به جامعه، به افرادی که حداقل درگیر خیلی مسائل هستن. و وقتی میبینن واقعا خندهشون حالا همین اینا نه جالب دیگه رویات کودکانه همه جا جاری است. نه دکتر فکر کردم یه مگس رفتون پشت خواستم ببینمش بعد صدام. ببخشید حل هیچی. بله حق با شماست. بچه شیطونی بودی؟ بله شیطون به معنی خرابکار نه. حالا شیطنت میکردی؟ من خیلی دوستشم جلوی چشم بیام. یه ناظم داشتیم خیلی بد اخلاق بود به جان خودم. من هر روز از کنارش رد میشدم میگم سلام. فکر کنی بچه این کارو میکنه یه آدم سلت بود کلاس سوم میگه سلام. تو دلش جا نمیشدم آقا، اصلا آدم خیلی جدی بود. گفتم چیکار کنم خانم؟ آقا یه دقت کنید، من صادقانه همیشه دوست داشتم متمایز باشم از دیگران. بچه بودم نوشتن انشام هم همین بود. آقا یه روز رفتم اواخر چیز بود دیگه، یعنی میخواست مدرسه تعطیل بشه، رفتم گفتم آقا. گفته چیه؟ من دارم میرم دلم برای شما تنگ میشه. به جون مادرم تو دلت برای من تنگ میشه. به جان مادرم گفت آره آقا دلم تنگ میشه. گفت دلت برای چاپلوس. نه دقت کن. گفت خندهش گرفت نمیتونست رو کنه، میخواست اون ابهته آره حفظ بشه. آره حفظ بشه. گفت تو چی؟ چیه من خوبه و قشنگه که تو دلت تنگ میشه؟ همین که جدی هستین، همین که به ما چیزهای خوب می آموزین. می چیکار کرد؟ گفتش که اسم چیه؟ گفتم داریش فرضیه دیگه، سه نمیدونم الف هستم. گفت خب تو واقعا دلت برام تنگ میشه؟ گفتم آقا میدونی چیه؟ من شما رو نبینم اشکام، میگم به جون مادرم این دیالوگو ببین، اشکام مثل ابر بهار میباره. گفت من حتما میبینی پسرم. یه دست رو سر من کشید رام بود. وای من چه لذتی بردم. دست رو سر من کشید کیف کردم. حیف که آخرین روز بود دست رو سر من. آره رفتم یه ماه بعد حساب کن عباسه تابستون این آقا در خونه ما اومد. خدا خیرش بده. با چی؟ با یه جفت کتونی به جون مامان. اومد در خونه ما در زد. من جا خوردم. میخوام بگم در عین اون جدی بودنش چقدر دل رعوفی داشت، چقدر این آدم بزرگ بود. آره. گفت حالا هم دوست داری منو ببینی؟ آقا نازم حالا با یه بیجامه راه را کله کچل. گفت خودتی؟ آبریزی کنم. بله بفهم. کتونه داده بابا. گفت بگو بیا تو. گفت آقا باور نمی کرد نازم مونه. اومد تو. چقدر این قشنگ بود صحنه، چه اتفاق خوبی بود. و من هر کجا هست آقای ریاضی. آقای ریاضی راجب داروشان
دو نفر حرف زدن، اونو ببینیم بعد سلام غیبت کردن. حالا ببینیم بعد راجع به گپمون ادامه بدیم ان شاء الله. این مگس منو کشت. بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی خوب. خوب هستین؟ سلام علیکم. خیلی ممنون. ببخشین مزاحم. خواهش میکنم. وایساده بودین برای خودتون. ما معرفی میفرمایید. مات پات. میگه که نفس بابا، عزیز بابا، خوشگل بابا، کمنده بابا. کمنده بابا. او فرنگو دوست داری کمان؟ بله. دوست نداره دیگه. دیگه نه یعنی بله. من بگم بابا رو دوست داری؟ اینجوری میگه. ببینم تست شانسیه. بابا رو دوست داری؟ عمو فرنگ. بابا این داره راستش میگه بچه. عمو فرنگو دوست نداری دیگه. خیلی خوب. این ممکنه برای بابا گرون تموم شه. معمولا فضاهای تمرین ما خیلی فضاهای بگو بخندیه. شاد و غیر قابل پخشی. آره ولی چشش به دوربینه، به تالی دوربین و تصویره. هر لحظه ای که خودش نیست یه حرکتی انجام میده، اصلا ما میمونه الان میمونه یه حرکتی انجام میده که هر جا رو آنتن نیست، هر موقع که رو آنتن نیست یه کاری میکنه. شاید اکسرش نشه پخش. اون چیزی که میشه پخش کرد همون چیزی که رو آنتن میمونه. اما پورنگ یادم رفته کنه، اصلا نمیدونم چیه که اون موقع میزنه زیر خنده و خودش جمعش میکنه، خودش جمع میکنه. واقعا تو این کارا یعنی استاد برنامه زنده است دیگه. اول احساس کردم که خب داره فیلم بازی میکنه دیگه، داره میخنده که مثلا حالا برنامه خورده شکل بده. بعد دیگه خنده برن نمیاد طوری که دیگه مثلا بعد از ثانیه 15 نگران شدم. از تو رژی رفتم توی استودیو، بعد دیگه بچه هم نمیخندیدن، بچه هم سکوت کرده بودن که این چرا میخنده. و طوری که دیگه اش سرازیر میشد احساس کردم دیگه نفس نمیتونه بکشه. به چی خندش گرفته بود؟ به من گفت ولی نمیتونم بگم. شک ندارم که میدونی. ممکنه چی؟ منظور چیه؟ چون تو فضای دوستانه میگه چی میخوای بگم؟ چون تو فضای دوستانه میگه و اتفاقایی که بچه ها ممکنه مثلا تو استدیو داشته باشن. خب باشه. یه سری هست که چی؟ ممکنه نتونم بگم. عصبانی هم میشه؟ به شدت ها؟ به شدتشو نه، ولی خب به هر حال مثل هر آدم دیگه عصبانی هم میشه. ولی زود گذره. رو عصبانیت نمیمونه. تایمش خیلی نیست. ولی زود به زوده. نه زود به زودم نیه نه، ولی میزانش زیاده، دوزش بالا. تکه کلامش چیه؟ داداشی یعنی چی؟ داداشی. چجوری میگه؟ چی میگه؟ واسه هم تماس میگیره؟ داداشی کجایی؟ داداشی چیکار میکنی؟ داداشی به خلا پرو بله قربونت کنم. بله قربونت کنم. بله قربونت. آه این تکه کلامش. بله نزلس کلن من ولی اینجوری میبینم که زندگی خیلی سختی داره. خیلی مشکله. به خاطر زندگی سختی داره. خیلی زندگی سختی داره. به خاطر اینکه زندگی عادی نمیتونه بیرون انجام بده. یه بار عشق شوقشو دیدم. آره. تو همون سال بهش نگفتیم میخوایم تولد بگیریم برای فرانسه. واقعا نگفتیم. بچه‌هام همکاری کردن نرسوندن. حالا نمیدونم، خودش هم گفت نمیدونستم، ولی واکنشش به این قضیه خیلی برام جالب بود. طوری که احساس کردم که یه لحظه وایساد. بعد خیلی هم عجوله. خیلی عجوله. یعنی میخواییم مثلا از یه جایی حرکت کنیم به یه جایی، یا مثلا قرار برنامه ساعت 3 شروع بشه همینش اولین نفره. فقط یک ویژگیش ساده بودن، خوشقلبی. کدومش؟ خیلی مهربون. بعدیش من ندیدم. نه با اصلا ندیدم. چرا دار؟ نه 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 خوبه؟
اصلا بدقولی که اصلا یا میاد یا نمیاد، وقتی بیاد دیگه میاد سر تایم هم میاد. بعد خدا نکنه 5 دقیقه دیر بیاد، 10 دقیقه فقط اسخای میکنه. حواسش به من بود، یه پیشنهاد زنگ زد به من، یه پیشنهاد داد. از اون موقع هم خیلی به این فکر بودم که یه جایی یه جوری تشکر کنم بابت این کارش که الان پیش اومد. آره الان پیش اومد، خیلی هم خوشحالم. خداحافظ. راجب آقای ما بگین و راجب چیزی که تعریف کردن. جفت آقایین دستم بهشون برسه، در خدمتتون هستم. یکیشون ابراهیم شفیعی بود، خیلی بچه خوبیه. من نمیدونم به این بچه من خیلی خدمت کردم. بچهش تو بغلش نشسته، ازش سوال کردم عمو پلنگو دوست داری؟ دوبارم بعد اومده درستش کنه، بعد خواب کرده. نه این بچه از فلانی من وقتی بخواد بگه آره اینجوری میکنه، بعد سوال کرده بابا تو دوست داری؟ یعنی بچه کاملا میدونه من اینه چیه. من 10 تا سی دی رو عدد پس میگیرم. ابراهیم شفیعی از دوستان همکار من هست، بازیگر مجموعه هستن. آقای علی پورم که دیگه از اساتید و من خیلی دوستش دارم، کارگردان مجموعه اما پورم در طول این 12 سال بودن. چبلی. و خیلی بچه‌های خوب و دوست داشتنی و حرفایی که زدن در هر صورت من بهشون احترام میذارم. چقدر خوب. ما با هم زندگی کردیم و مطمئنم اونا منو خوب میشناسن. دنیای بچه‌ها دنیای قشنگ و بیشیل پیل است. یه بار همین میگه من به شما بگم، من تو توچال همچین راهپیمایی میکردم با یکی از دوستانمون، یه خانمی به همراه همسرشون خیلی جنتلمن با دو تا بچه دوقلی خیلی با نمک داشتن حرکت میکردن، منو دیدن. اسم یکیشون امیرسام بود، چنین چیزی گفت امیرسام عمو پورنگ، عمو پورنگ. سلام کردم، گفت سلام، من پزشکم. گفتم درود بر شما، حال شما خوبه؟ گفت من که فرصت نمی کنم، ولی دو تا دوقلوهای من عاشق شما هستن. تصور بکنید رفتم جلو، خب عمو پورنگ هم دیگه وظیفه منه ابراز علاقه به بچه. آره آره. گفتم سلام کوچولو، نگاه میکرد گفت وای از نزدیک دماغی داره. میگم به جان خودم، گفت از نزدیک دماغ، این همه صورت رو دماغ. حالا من قرمز شدم. چه قدیم بود؟ گفتم سن 6 ساله 5-6 ساله تصور زنی. آخه یه جور نگاه کرد. نه نگاش با حال بود. گفتم سلام کوچولو، اون دیگه آه چه دماغی داره. اومدم درست کنم، اون بغلیش که دوقلو بود دیگه، اون یکی رفت گفت آ دوگمه هم داره این خاله. حالا میگم دوگمه مادر بنده خدا گفت ای چیزه ببخشید. نه خانم راحت باشین، بیش از این من زایی نشدم خدا بزن. جدا می چقدر جالب بود. آره. بعد تو رو با دوستم میخندیدیم، گفتم چقدر دنیا اینا قشنگه، منو تو تلویزیون اینجوری میبینن، حالا از نزدیک خب واقعیت رفیق گفت نه واقعا اینقدر غیر قابل تحمل نیست. نه واقعا نیست، اصلا اینجوری نیست. جدا؟ آره. خب خدا شکر. میخوای دماغت رو تشویق کنی؟ ببین اتفاقا دماغت یه زد دماغت رو تشویق کنی. جالب بود. ببین من خوشحالم اگر این بینی مسبب این شد که این چهره شما رو شاد کنه. نه به معنای خدا نکرده چیزا، نه نه، یه مشخصی یا یک میمیکی هستش که من با این آقا چند تا با این بینی میمیک میگرفتم، با همین گوشتای صورتم، با همین چه میدونم بعدی آقا نه خیلی کنم من بلد نیستم از این کارا. شما ولی واقعا من خوشحالم این که این بچه گفت، خیلی لذت بردم. آقای جوان، آقا رامبد گل که دوستم دارم، تو گفتی من به تو بگم داریوش. رامبد جان میدونم چون هدفت خندوندنه و به معنای علمی خندوندنه، من تو این قسمت اصلا هیچی مزایقه نمی کنم. خیلی عالی. ما برای اینکه میخوایم به مادرتون هدیه بدیم، همین الان میخوایم آهنگمون رو بخونیم. آخه چه خوب، میشه منو همراهی کنم؟ بله. آماده این؟ بچه همه با هم دیگه دستا بالا، چون یه هه هه اولیه پرت میکنیم سمت دوربین. آماده؟ یک دو سه.
زندگی تموم نشه با من بیا به بازی لفتش نده کشش نده بپر رو گوش خنده ارسم نده قولم نده بپر تو گوش خنده همه جا ویروسیه پر ویروس خنده ویروسی که چشماشو به گریه ها میبنده اینجا به گریه میکنه زبون درازی تو اگه ویروسی نشی شاید به بازی لفتش نده کشش نده بپر رو گوش خنده هرسم نده قولم نده بپر تو گوش خنده ما اینو تقدیم کردیم به مامان شما و واقعا به مادر شما اینو تقدیم کردیم. آرزو میکنم که وقتی نگاه کردن اینو کیف کرده باشن و این هدیه رو قبول کرده باشن. ببخشید میخوام من جامون شام بدم؟ نه خواهش میکنم راحت باشید. من یه تعارف زدم دیدین که چه بلای سر من اومد. چرا چرا اینقدر حالا با چیز تبختر اینو با ما رفتار قره شدم دیگه قره شدم. خوب این شما ادامه بحثو من میرم شما بفرمایید. نه خواهش میکنم بفرمایید تو رو خود من خودم بلدم. من دوست دارم ایشونو. منم دوست دارم ایشونو. خب نمیخوام از دست بدم موقعیتو. من هیچ وقت نیومدم تو. خب بشین اینجا نگاه کن. نه من واسه میخوام به خاطر شما اومدم تو. من نه من همچین تصوری نداشتم. لازم نیست بروخم بکشی واقعا همچین تصوری نداشتم. خب میرم. ببخشید من عذر میخوام. نه خواهش میکنم. خب ایشون بیننده است دیگه. بله من خیلی... بیننده نیستم اونجا زندگی میکنم آقای فرزاد. آره بیننده موندگاری شده دیگه ولمون نمیکنه. آره کلی هم دیره این ورور هزینه میکنه به اسم من. آره من عذر نمیشنم. بله شما میری هزینه میکنی به اسم من 23 میلیون چیزی نیست. آره ماشین خریده به اسم من یعنی به اسم خود خودش. من متعهدم پول ماشینش رو بدم. آخه 281 فقط چرا شما خب من چه میدونم. شما هم اگه قبول کنید آماده سا اصلا نبید یعنی همین الان یه فاکتور میزنید. نه نیست من برنامه کودک میبرم. برنامه کودک میبرید منو؟ بله اگه دوست داری بیای نگاه به سیبیلات نکن. خب شما بیننده اید. میام بشینم بیشین بین بچه‌ها اشکال نداره. اگه جا میدین که یه موقع مثلا سه روز اینجا میمونم سه روز میام اون بر. نه اون وقت یه مرده میخوره به نردره به شما میده. من دوست دارم ببینم چه اتفاقی میفته. خیلی جذابه. بفرمایید. خسته نباشید. خیلی ممنون. آقا ناراحت نشین. نه ناراحت نشه. جنبه داره اینقدر. هر 23 میلیون مشکلم اینه که ناراحت نمیشه. چاگه ناراحت میشه میشه خودم نجات بدم. عرض کنم خدمتون که تو یه چیزی به ما هدیه بده. قربونتون برم من یه هدیه به شما بدم. من یکی از شعرها میخونم شما با من همراهی میکنید اگه بیننده واقعا هستین. چقدر قشنگ. آماده این؟ من آهنگ خودمون رو دو ماه طول کشید حفظ شدم. از من انتظار نداشته باشید. اینا میدونن. ساعت در ساعت میدونن. خیلی هم چون معروفه. خیلی آره. و من رو توی خواهم با این آهنگ. در قندون داره میره. در قندون داره میره. در قندون کجا داره میره؟ نه. تو رو میگن. در قندون داره میره. یا مثلا چند وقتی یه جا نشستیم. یه پدر پسری من رو دیدن یه جا نشسته بودیم. من کاری داشتم. اینا یکی من توی می. پدره. بچه 13 ساله. اردک تک تک. چی اردک تک تک؟ اردک تک تک. اردک تک تک شعر منه. من که اردک نیستم. خواننده اردک تک تک. اما دوست دارم دوستان همکاری بکنن. آره تمام تلاشمون. هه 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 هه. آره.
آفرین. در قندون 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 تمیز در قندون قشنگ در قندون. ببین علکی صدا پایین نیار وسطیه حالا نیسی مثلا اینا یاد بگیر. تمیز در قندون قشنگ در قندون اگه نخندی امروز میشی فردا پشیمون. اگه نخندی امروز میشی فردا پشیمون. بخند. اینا حدیه. خیلی ممنون. من به شما یه هدیه بدم. متشکرم، متشکرم. دارشان خیلی متشکرم. این لوح تقدیر تقدیم تو میشه از برنامه خندوانه. این خیلی برای ما اهمیت داره. برای من هم همینطور. متشکرم. جایی بذارید که ببینیدش. حتما. و هر بار که دیدین یه لبخند بزنید، این لبخند به ما منتقل میشه. حتما. به مامانم هم میگم خوب نگاش کن. آخه چقدر ممنونم. متشکرم. این تقدیم شماست. من برای شما، برای همه دست‌اندرکاری برنامه آرزو سلامتی میکنم و شما عزیزانی که من رو همراهی کردید. امیدوارم که لایقش باشم. اختیار دارید. شما خیلی بزرگین. و خیلی عزیزین. ایتالفوم هم اینو به شما تقدیم میکنه. خدمت شما. قربون شما. مخلصم. بسیار ممنون. متشکرم. اگر بی‌ادبی کردم عذر میخوام. دست همه بینندگان رو میبوسم. برای من دعا بکنید و برای همه کسایی که شما رو شاد میکنن و این خنده رو به خونه های شما به ارمغان میارن دعا کنید. درود بر شما. مخلصم. تشریف داشته باشید. چشم. یه چیزی یادم رفت. چی شده؟ بعد از این همه جدی شدن و بشین یک کارت دارم دارشان. 5 ثانیه بعد لبخند بزنید. تو برنامه ما رو دیدی؟ اوه چه کار آسونی. و تماشاچی به لبخندت امتیاز میده. جز معدود دفعاتیه که مهمان ما میتونید با دو اسم یا بنویسید داریوش، سه تا، یا داریوش یا داریوش فرضیه‌ای یا فرضیه‌ای یا عمو پورنگ. تو خونم بهم میگم محبت محمد. نه نه خواهش کنم اون کار نکنید. محمد نزنید. خب خیلی ما گیج میشیم. همون عمو پورنگ بزنید به نظرم. امتیاز میدیم از 1 تا 10 بعد شما مردم. هر کسی که میبینه امتیاز رو بده. خیلی به من خوش گذشت. خیلی به من خوش گذشت. به منم بیشتر. من صادقانه میگم واقعا برات آرزوی سلامتی میکنم رامبد جان. چون چهره دوست داشتنی هستی. بیرونم خیلی دوستت دارن و برات دعا میکنن. به خدا خدمت خلق کردن یکیش همین شاد کردن. خیلی مخلصم. خیلی ممنونم. قربونت برم. قربون شما. ما با پایان گفتگو با داریوش برنامه‌مون هم تموم شد و خدافظی میکنیم. تشریف بیارین اینجا که با همه خدافظی کنیم. ما خدافظیمون میگیم شاد باشین. درود بر شما. نیما بیا بودو. نیما کیه؟ همین 23 میلی میخوام. آنتوان، امروز آنتوان است. نه خاموش شد. نه نه شما وسطه. شما 1 2 3 بگین. دستمون رو پرت میکنیم میگیم شاد باشین. یا هر جوری که شما میگین اصلا انجام بدیم. باشه. دستتون رو میخوام من پرت کنم. ببخشید. اون رو پرت کنید. قربونت برم. حلقه نیست که قربون شما. 1 2 دستم میم جلو. اینو فیلم هندی ها. ساعت عجوبه اسم تو. با هم دیگه 1 2 چرا کنید؟ چرا کنید؟ میگه هه 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 هه. آقا نشون خدافزی کنی؟ هر جو تو بگی. خدافزی. بچه ما گفتیم خداحافظ شاد بلند بخندیم. آها پس بگیم شاد بشیم. شما میگیم شاد بشیم. شاد بشیم. این فیلم هندی ها ایز من. هر چیز رو بگیم. آقا اصلا ستا هم با هندگی بگیم. همه با هم. همه با هم. همه با هندگی بگیم. نمیگی خداحافظ گفتم بعد همه بگیم. میخوای چیزی نگی؟ اولین بار است که خدایی که همونم چی میخوام بگم. اینجا اینجوریه. باشه. هر ستا با هم دیگه دستا میایم جلو همه میگن خدا نگهدار. خوبه؟ به شریک ستا با هم دیگه. همه بچه آماده آماده. 1 2 3 خدا نگهدار.